سلام دوباره تقدیم میکنیم بسیار خوش آمدین بخش ورزشگاه برنامه بامداد است از این پس ما روزای شنبه جناب دکتر صاحب ابراهیم مرکوزه با خود خواد داشتیم که فیزیوتراپیست هستند و در رابطه با مشکلات ورزشی که برای ورزشکاران ما آسیب های میرسه میخواییم صحبت های داشته باشیم با جناب دکتر صاحب اگر شما هم سوال دارین میتونین سوالات رو مطرح بکنین و روزهای شنبه بخش ورزشگاه ما مخصوص مشکلات ورزشکاران ما هستند که از نوع مختلف از زانو دست و آسیبایی که برشان میرسن و هایی که دارن ما بحث بحثایی با جناب دکتر صاحب ابراهیم علکوزی داشته باشیم و ما منتظرتان هستیم در طول یک هفته و اینجا با ما دکتر صاحب هستن سلام وقتتون بخیر بسیار خوش آمدیم سلام صبح شما هم بخیر عرض سلام دارم خدمت بیننده عزیز ما امروز قرار است که پیرامون چه موضوعی صحبت بکنیم خب همونطور که شما اشاره کردین در ارتباط با مشکلات و آسیب هایی که در ورزشکارا شایع هست قرار هست که از به بعد روزهای شنبه صحبت بکنیم و امروز در ارتباط با پارگی منیس که در زانو اتفاق میفته و برای ورزشکارهای فوتبال شایع هست ان در مورد از اونا صحبت می و میشه که به صلاح دوستا هم در پیج بامداد با خوش مسائلشان را مشکلاتی را که به فکرشان میرسه تا در طول هفته شریک بکنن باز انشالله شنبه هفته بعد باز جواب از اونا رو بدیم انشالله حتی امروز میتونین شما ورزشکارانی که در خانه هستین و امیل لحظه بیننده ای بحث ما هستین میتونین که تیلفون های تانه بردارین 8656 در خدمتان همکارای بخش تکنیک ما هم امیل لحظه چشم برای تماس تان هستن میتونین که تماس بگیرین و مشکلاتی که دارین مطرح بکنین و جناب دکتر صاحب با ما هستن خب از بریم به طرف بس و از ازمی عکس شروع بکنیم دکتر صاحب خب ابتدا چون مینیسک یکی از شایع ترین اختلالاتی هست که در کسایی که ورزش های تهاجمی رو بازی میکنن اتفاق می‌افته یعنی کسایی که مثال تکواندو کارها همینطور که از بر روی پاهایشان به حرکت میکنن مخصوصا در فوتبالیس اتفاق میفته اول باید. یک معرفی میکنیم که اصلا منیسک چی هست منیسک یک واشری هست که بین استخوان ران و, و قسمت که تصویر د... دقیقاً در تصویر می در قسمت آبی رنگ مینیسک منیسک یک واشری هست که بین استخوان ران و استخوان ناحیه ساق یعنی زیر زانو قرار میگیره دو تا واشر هستی که در سمت داخل و یکی هم در سمت بیرون که یک واشر قرار داره که در سمت تصویر سمت چپ ما و شما اسخان ران در بالا اسخان ساق پا در پایین و دو تا واشری هست که در او قسمت دیده میشه بله. در کنار دو تا اوتار سفید رنگ تر حالا آبی هایی که کم رنگ تر هست دیده میشه که ای به صلاح اوتار را حالا باز در روزهای بعد ما اختلالاتش را بررسی میکنیم بیشتر بحث ما سر دو تا واشری هست که در بین دو تا استخوان قرار میگیره حالا ای واشرها در تصویری سمت چپ بیشتر آ... ویج شکستگی نشان اشکسی بل دقیقا پارگی رو نشان داده میشه ای واشرها دقیقا کارشان ای هستش که یک فشاری را که از پایین از استقان ساق پا می وارد میشه به با استقان بالا جلو ضد ضربه هست یعنی دقیقا باید. حالت ضربگیر هست و حالت ضد ضربه هست که بیا این ضربه رو بگیره که به با استخوان بالا اعمال نشه و این اعمال فشار به استخوان بالا میتونه در دراز مدت باز مشکلاتی رو برای استخوان بالا ایجاد شه پس وظیفه اصلیه این واشر ضربه بودن بو هستش و وظیفه دوم این هستش که مقاومت بده در مقابل چرخش هایی که دو ای دو تا استخوان نسبت به همدیگه پیدا میکنن که اگه چرخش ها مقاومت پیدا نکنن ممکنه چرخش بیش از حدی پیدا بکنه که او چرخش بیش از حد باعث اختلالات و عوارضی در فرد میشه برد. اما خب یک دقیقه می همون تصویر بان که سلام و صحبت نه خب درست خب, خب ببینید این ای, و... ای همون واشر هست که در موردش صحبت میشه حالا این واشر دوچار پارگی میشه خب در نقاط مختلف این واشر دوچار پارگی میشه بحث ای هستش که اصلی ترین چیزی رو که ما امروز میخوایم سر صحبت کنیم فیزو ورزشکارای بس... ما نگران از این هستن خب برایشان گفته میشه که پاره شده حالا اینا برشان سوال پیدا میشه آیا اینا برن به سمت عملیات نروند به سمت عملیات آیا اینا دیگه میتونن ورزش رو ادامه بدن دکتر صاحب، مشکل با درک نمیکنن که مشکل به ما ایجاد شده نشده دقیقا بله خب او هم سوال میدیم که همینجا توضیح میدیم که علائمش چی هست اها. که آیا این واشر پاره شده یا نه ب... به کدام سمت هست یا نه این همون واشر هست این واشر در نقاط مختلفی میتونه پاره شود که در جاهای مختلف این واشر پاره شده است بله. اگر قسمتی که ای واشر پاره شده در قسمت بیرون باشه تصویر قبری رو اگر مصدق جان لطف کنن بیارن بله. که باز برشون میگیم بله او عکس بالا سمت راست رو را ببینید اها. دو قسمت هست یک قسمت سرخ رنگی هست و یکی هم قسمت آبی, کم رنگی که هست قسمت سرخ رنگ به نام ردزون ازش یاد میشه اگه پارگی در این قسمت باشه این ترمیم خود به خودی میتونه اتفاق بیفته و نیاز به عمل جراحی وجود نداره حالا اگه خود به خودی بس ای هستش که میگیم که در این ناحیه خون رسانی مینیسک در این ناحیه خوب است بله. و اینجا ترمیم بهتر اتفاق میفته و این ترمیمی که بهتر می نیاز به عمل جراحی نیست و با فیزیوتراپی و مراقبت این فرد میتونه خوب شوه اما اگه پارگی هر چه داخلتر باشه به سمت داخل بیه در اونجا پارگی نیاز به عمل جراحی داره و بهتر هست که عمل جراحی اتفاق بیفته و فرد با عمل جراحی رو به بهبودی کنه دکتر شب یک سوال شاید که نزد بیننده ما خلق شوه ای که اگر کسای مثلا ورزشکار نیستن مثل ورزش فوتبال مثال دادن، تیکواندو مثال دادن. اگر ورزشکار نباشن یک فرد عادی هم با می مشکل می باشن. مثلا اگر بفتا و یا یا مشکلات دیگه ای که برشان ایجاد میشه دقیقا ببینه هر حرکتی که همزمان دو تا حرکت اگر در زانو همزمان اتفاق بیفته چه ورزشکار باشه چه غیر ورزشکار این اتفاق برش اتفاق میفته او حرکت چی است یکی که زانو خم باشه در حالت خمیده باشه و در عین حال بر روی زانو فرد بچرخه مثال چی هست؟ همین حالتی که ما حال شیشتیم حالت. حالت خب بلد. اگه من اصلا حالتش رو ایجاد بکنم در حالتی ساده زانو خم هست در این حال روی ای پای خود مهسا زانو خم هست در این حال میچرخه چون فرد میخوای توپ رو شود کنه به طور مثال بلد. یا تکواندو کار هست میخوای ضربه بزنه روی زیز پای خودش خم هست ای پایش رو بالا میکنه و میچرخه یعنی این حالت اگر بر هر فرد عادی اتفاق بیفته به اصطلاح این احتمال ازی که این فرد دچار اختلال شود زیاد هست چون در ورزشگاه ها این حرکت بیشتر اتفاق میفته گاهی وقتا بعضی از آسیب ها را با نام حتی همون ورزش یاد میکنم مثلا ما آسیب های را در درس داریم که به نام تنیس البو یا آرنج تنیس بازان حل. از اجیاد دکتر تماس از جمیل ببینیم بگیریم و ببینیم که جمیل ما چی مشکل داره جمیل جان سلام صبح بخیر صبح شما بخیر زنده باشین میخواستم با دکتر صاحب صحبت داشته باشم من پای ما یک مشکل داشت بفرمایید اگر اجازه تان باشه با اون صحبت داشته باشم بفرمایید مستقیم شما وصل هستید میتونین صحبت داشته باشید زنده باشین سلام دارم خدمت دکتر صاحب و تمام کارکنان تلویزیون تلو همین زونی ما یک مشکل داشت یک دو, دو نفر دعوا کرده بودم میخواستم اونا را از جدا بسازم سنگ که زدن با زانویم حالا یک چند وقت میشه زانو درد میکنه قبلا نام درد میکرد باز دردش گم شد حالا فعلا دوش که کردم دردش زیاد شده باید. شما سوال ندارین دکتر اگه بخوام راهنمای کامل بکنم خیلی وقت میگیره جان تشکری میکنیم میتونین که <applause> پاسختان از طریق تلویزیون بشنوین همینقدر من میتونم به صلاح چون بحث مسئله تشخیص از اون میرسه که در تشخیص بعضی از علایم ازی بیماری رو که ما بگیم باید اونا هم چک بکنن گرچه وید میبینم انشالا که این مشکل نیست که برشان پیدا نشده باشه ولی یک چیزی که توصیه رو که میتونم فعلا برشان انجام بدم این هستش که زانوی خودش رو گرم کنه بر روی یک به حالت چپرکت مانند تخت مانند بشینه بعد با دست خودش زانوی خودش را حرکت بده آفتاب میتونه کمک میکنه نه دلوقتي. آفتاب ام خیلی عمقی نیست خب بلد. بر زیف به صورت اختصاصی برای کاهش درد از اونها خیلی کمک کننده نیست اینا با زانوی خودش را با یک چیز خیلی خوب گرم میکنن بر روی تخت بشینن و با دست خودش زانویش را حرکت بده مثل که یک مثلا یک چیز چربی گپا را... نیست که چربی چرا با اونها میتونن برایشون کاهش درد برایشون ایجاد بسیار تشکر جناب دکتر کوزای بخشار خوش آمدین و ما روزای شنبه به انشالله بحثایی میداشته باشیم در رابطه با آسیبه هایی که برای ورزش ما می رسه می که شما سوالات تانه در طول یک هفته با ما مطرح بکنید وقفه می گیریم و پس از وقفه هم دوباره برمی